فاطمه زهرا سلام الله علیها در نقش یک رهبر واقعی این زن اسلامه. حالا یه عده آدم جاهل و نادان پیدا بشن درباره نگاه اسلام به زن خدشه کنن و حرفای ناقص و معیوب و پر اشکال غربی ها رو به رخ انسان بکشن. چقدر انحراف این، چقدر خطاست. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، یعنی در حد یک رهبر مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید. اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل، چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنن خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است. یه عده‌ای به عنوان دفاع از حقوق زن حرف‌هایی می‌زنن که نه فقط احترام به زن نیست، تضعیف زنه. در فرهنگ غربی و اروپایی که این کارها به احتمال زیاد، به احتمال نزدیک به یقین توطئه صهیونیست هاست که اصلا میخوان جامعه بشری رو به هم بزنن، به هم بریزن، زن رو به صورت یک متاع مایه التزاز مرد قرار بدن. اما در محیط اسلامی ما برای اینکه از زن حمایت بکنن یک وظایفی رو برای زن مطرح میکنن که این تحقیر زن است. میگن چرا آقا اجازه نمیدی زن در بیرون منزل کار کنه؟ اولا کی اجازه نمیده؟ ثانیا کار کردن در بیرون منزل یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن که ما برای او یقه بدرانیم؟ این عدالت معناش اینه؟ معنای عدالت این است که اون چرا که خدای متعال در کمون ذات هر موجودی قرار داده اون رو بشناسیم، قدر بدانیم و اون رو پرورش بدیم. عدالت اینه. از لحاظ عروج به مقامات معنوی با هم تفاوتی ندارن. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها. از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارن. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها.